بدون شک یکی از پرمخاطب‌ترین عطرهای دنیا تو همین لاین دیور ساواژ قرار داره، اما به خاطر همین پرطرفدار بودنه کلی نسخه ازش تولید شده که مخاطب یه مقدار سردرگم میشه کدوم گزینه رو انتخاب کنه، کدوم نسخه رو انتخاب کنه که براش مناسب باشه. درود، خیلی خوش اومدید توی این ویدیو. میخوام 4 تا نسخه دیور ساواژ، یعنی اود تولت، اود پرفیوم، پارفوم و الکسیر رو براتون مقایسه کنم. این مقایسه یه مقدار متفاوته، اما متوجه میشید در انتهاش که با توجه به موقعیت، سلیقه بویاییتون و جایی که میخواید ازش استفاده کنید و فصل مورد استفاده، کدوم گزینه برای شما مناسب. پس بریم تا آخر ویدیو برگردیم. توی مقایسه من نمیخوام تک تک شاخص های نترو رو با هم مقایسه کنم، اونا توی جدول داخل وبسایت هست، شما میتونید 4 تا نترو رو انتخاب کنید، قشنگ اون جدول براتون میاد، مثل تمام کالاها میتونید مقایسه کنید و اینطوری تک به تک نوت ها، نمیدونم، تمام این شاخص های دونه دونه ای که توی جدول ویژگی هر عطری وجود داره میتونید با هم مقایسه کنید، اما من با اینا خیلی کاری ندارم، میخوام یه مقدار متفاوتش کنم و از 5 جنبه این 4 تا نترو رو مقایسه کنم. 1 از لحاظ رایحه، 2 از لحاظ پخش و مونگاری، 3 از لحاظ فصل و موقعیت مورد استفاده، 4 بازخورد و 5 ارزش خرید. این 5 تا رو با هم مقایسه میکنیم. اول از همه از لحاظ رایحه، نسخه اود تویلت رایحه خیلی خنک‌تر، فرش‌تر، مرکباتی تری داره، نوت امبروکسان توش داره و یه سبکیه که متفاوته با سایر این نسخه. دی ان ای توی تمامشون مشترکه، اما این به نسبت خنک‌تره، شاید تا حدی رایحه تلختری هم ازش بگیرید. نسخه اود پرفیوم، درست گفتم، نسخه اود پرفیوم رایحه‌اش یک مقداری داره سنگین‌تر میشه. سنگین‌تر یعنی چی؟ یعنی یه مقدار داره حرارتش بیشتر میشه، اون وانیل توی بیس نوتش که قرار گرفته شده داره حرارتش میاد بالا و بیشتر به مشامتون میخوره، ولی همچنان اون حس مرکباتی نسخه اود تویلت رو داره، پس هنوز رایحه اونقدر گرم نشده. اما نسخه پارفوم میبینید که نوت وانیل خیلی توش پررنگ‌تره، اون نوت وانیل خیلی بیشتر داره خودش رو نشون میده، نوت ادویه‌ای سنگین‌تر شده، این فلفل سیچوانه تو همشون هست، اصلا کلا امضای همشونه، حالا نوت ادویه‌ای که تو این دوتا هست، اینجا یه مقدار فضاش پررنگ‌تر شده، یه مقدار تند و تیز از نوت تند و تیز ازش میگیره توی شروع و واقعا میشه گفت که اون حرارت از همون اول به مشامتون میخوره، خیلی دیگه نمیشه گفت عطر مرکباتی، خیلی دیگه نمیشه گفت فضای فرشی داره. اما نسخه الکسیر کاملا متفاوته، این عطر پر شده از نوت‌های ادویه‌ای، اون نوت دارچین و نوت هلی که اینجا وجود داره خیلی عطر رو قوی تر کرده از لحاظ حرارت، از لحاظ اینکه خیلی میتونه به شما حس پر انرژی بده توی، حالا فصل رو نمیگم، توی روزایی که هوای مقدار سردتره، ولی اینو در نظر داشته باشید که رایحه نسخه الکسیر کاملا متفاوته با اینا، خیلی هم نمیشه با اینو مقایسه کرد. اون دی ان ای مشترک لاین سواج رو داره، اما الکسیر بهتون میگم رایحه کاملا متفاوت، رایحه مقدار خشن‌تر شده، رایحه مقدار جدی‌تر شده و حسابی اومدن از همه طرف قوی‌ترش کردن دیگه. این هم مثل این غلظتش اود پرفیومه، ولی خب نوتایی که توی این وجود داره یه مقدارشون سنگین‌تره، یه مقدار احساس می‌کنید که اصلا رایحه کلا غلیظ‌تر دیگه، حجمش هم یه مقدار کم‌تره. مورد دوم از لحاظ میشه گفت پخشبو و موندگاری، همونطور که میدونید تو یک عطر مشخص این به این سمت که داریم میریم غلظت عطر یعنی بیشتر میشه، ماندگاری بیشتر میشه دیگه، چون دارن از نوتایی استفاده میکنن که به مراتب میشه گفتش که عملکرد بهتری توی ماندگاری دارن، حالا از نوتای ادویه میشه گفت، از نوتای چوبی بیشتر استفاده میشن، این ردیف که داریم میریم ماندگاری بیشتر میشه. البته نمیشه گفت نسخه مثلا اود تویلت اینو با اود پرفیوم یکی دیگه مقایسه کنیم، تو یک لاین این اتفاق معمولا میفته، ما خیلی جا دیدیم که مثلا غلظت عطر اود تویلت اما مثلا از اود پرفیوم یه عطر دیگه ماندگاریش بیشتره، تو یک لاین این رویه خیلی قابل قبول تره. از لحاظ ماندگاری خب این هر چی میره میسم بیشتر میشه، یعنی میتونم بگم نیم نمره داره میره جلو، مثلا از اگه 5.6 شروع کنیم نیم نمره، ولی این یک دفعه 1.5 نمره میپره بالا، شاید مثلا تا 9 هم پخش ماندگاریش نمره بگیره. پخش بو کلا بیشتر به فضای مرکباتی بستگی داره، فضای مرکباتی خب میشه گفتش که سایر نوت‌های ادویه‌ای هم تاثیر داره، ولی خب اون مرکبات چون واقعا فشار بخار خیلی زیادی دارن سریعتر به مشامتون میخورن، یعنی همزمان میشه گفت با اون الکلی که تبخیر میشن خیلی راحت به مشامتون میخورن. از لحاظ پخش بو، حالا فارغ از این که بحث نوتای مرکباتی داریم و نوتای ادویه‌ای، تو این سه تا نسخه اود تویلت بیشتره، اما خب نسخه الکسیر
انقدر روش کار شده، انقدر از لحاظ نوت‌های قوی مملو و پر شده، میشه گفتش که حتی از نسخه اود تویلت هم با اینکه فضای مرکباتی داره بیشتر، یعنی هم شدت داره هم قدرت داره. پس از لحاظ پخش و موندگاری نسخه الکسیر میشه اولین گزینه، یعنی بالاترین نمره تو این سه تا. از لحاظ پخش بو نسخه اود تویلت پخش بوی بیشتری داره به نسبت اینکه میریم برای اود پرفیوم و پارفوم. میشه گفت ماندگاری و پخش بوشون در یک حد ماندگاریش یه مقدار نسخه پارفوم بیشتره، طبق همون رویه‌ای که من گفتم. پس مقام اول رو نسخه الکسیر میگیره. بریم مورد سوم، فصل و موقعیت مورد استفاده. فصل مورد استفاده واقعا میشه گفت جز الکسیر این سه تا چهار فصل میشه در نظر گرفت، این فقط تو روزهای سرد، حالا پاییز و زمستون. تو این سه تا باز دوباره اگه بخوایم یه مقدار دقیق‌تر بشیم، بهار و تابستون نسخه اود تویلت خیلی مناسبه، بهار و پاییز خوبه و پارفوم هم تقریبا میشه گفتش که روز شب‌های تابستون، بهار و پاییز و زمستون. توی تابستون شاید خیلی بازخورد نگیرید، تو موقعی که داره حالا آفتاب بهتون میخوره شاید نسخه پارفوم خیلی بازخورد نگیرید، اما این دوتا خیلی تفاوتی دارن، جفتشون چهار فصلن. ولی اگه خیلی دوست دارید توی روزای گرم فرشتون کنه و تو لحظات اولی خیلی حس خنکی بهتون بده، قطعا نسخه اود تویلت. بریم سراغ بازخورد، کدوم از اینا بهترین بازخورد رو داره برای شما؟ میتونم بگم که نسخه اود تویلت به نسبت حالا چیزی که هم مخاطب خودمون گفته هم چیزی که نظرات کاربرای جهانی است، نسخه اورتولیت ازش بازخورد بیشتری گرفتن. ولی خب الکسیر وقتی اومد یه مقدار نظرها رو جابجا کرد، چون واقعا انقدر قدرتش زیاده، انقدر خودش رو نشون میده، قشنگ پرت میکنه تو صورت روبرویتون و قطعا یه ریاکشنی میتونه نشون بده اگه بخواد، اگر خیلی مغرور نباشه میتونه اسم اطراف ازتون بپرسه. پس چی شد بازخورد؟ حالا یه سری ها میپرسن که بازخورد از سمت خانوم ها، از سمت خانوم ها بیشتر آقایون از نسخه اود پرفیوم و اود تویلت بازخورد گرفتن، چون اکثر خانوم ها خیلی فضاهای ادویه پررنگ تو اطراف و تو تن آقایون دوست ندارن. اگه ادویه هم هست ادویه های خیلی مثلا ملایم تر، شاید مثلا جوز، شاید هل یه مقدار ملایم تر باشه، ولی مثلا عطرهای دارچینی کمتر بازخورد گرفتن آقایون از سمت خانوم ها. پس علاوه بر بازخورد دوباره بهتون بگم این تو نسخه بازخورد بیشتری داشتن. مورد آخر چی بود؟ مورد آخر در مورد اینکه حالا این عطرایی که من بهتون گفتم کدومشون ارزش خرید دارن، با این اوصافی که دارم بهتون میگم کدومشون واقعا ارزش خرید دارن. ببینید خب قیمت این که خیلی بالاتره، چون حالا 60 میل هست از ماکسیموم اینا قیمتشون بالاتره، یعنی یه 60 میل این از 100 میل پارفوم قیمت بالاتری داره. اصلا 100 میلش رو حساب کنید، اگر مثلا تو باطل 100 میل بود به قیمت کرید اونتوس مردونه میرسید، پس این خیلی قیمتش گرونه. البته خب متریال هم استفاده شده که با کیفیت تر هستن و به نسبت هم خب یه سریاشون گرون تر هستن. پس به نظر من همین روند قیمتی همینطوری زیاد میشه دیگه، تو همه عطر اکثر اینطوریه که از اورتولیت به سمت غلظت بالاتر میره، به خاطر موادی که استفاده کردن قیمت هم بالاتر میره. در کل به نظر من با توجه به قیمتی که داره، با توجه حالا به حجم 100 میل اگه بخوایم مقایسه کنیم و پرطرفدار بودنش، نسخه اود تویلت ارزش خرید بالاتری داره، چون همینطوری که میریم بالا میبینید مثلا 30%، بعد 10%، بعد دوباره 30-40%، دوباره هی قیمت داره اضافه میشه. به نسبتش میگم که اود تویلت ارزش خرید بالاتری داره. و در کل بخوام جمع بندی کنم، من خودم این دوتا نسخه رو بیشتر میپسندم، چون خیلی سوال کرده بودی که نظر خودت چیه. من هم نسخه اود تویلت رو دوست دارم، هم نسخه الکسیر رو. الکسیر رو خب میذارم توی فصول گرم سرد ازش استفاده میکنم، اود تویلت هم توی بهار و تابستون بیشتر ازش استفاده میکنم. و در کل با این شرایط انتخاب خودتونه که ببینید کدوم اولا چه آیتمایی دارید برای اینکه بخواید قضاوت کنید کدومشون برای شما مناسب تر. این 5 تا که بهتون گفتم معمولا سوال اکثر افراد بوده. یه سوال دیگه هم که پرسیده بودن این بود که حالا کدومش تو محیط کار مناسبه. به نظر من الکسیر رو بذارید کنار، بقیه‌شون مشکلی ندارن تو محیط کار، اگر هوا گرم سرتر شد از پارفوم، وگرنه این دوتا مشکلی ندارن تو محیط کار. اکثرا ببینید علاوه تکراری بودن رایحه خیلی سوال میکنید که آقا دیگه به قول معروف اصلا خست شده، چرا دوباره بیایم از لاین سواژا استفاده کنیم. ببینید شما چون تو جامعه‌ای قرار دارید که
یعنی اکثر افرادی که دارن ما رو دنبال میکنن، پیج عطری رو دنبال میکنن، تو جامعه قرار دارن که دور و برشون این مسائل زیاد دیده میشه و احساس میکنن که خب همه دیگه دیور ساواژ اود تویلت رو میشناسن، اصلا کلا ساواژا رو میشناسن، به نظر دیگه نزنیم بهتره. اما واقعیت اینه که هنوز که هنوز خیلی ها هستن که روایح رو نمیشناسن، اسم عطرها رو نمیشناسن و واقعا وقتی حتی به پرطرفدارترین و پرتکرارترین عطرها کرید اونتوس مثلا همین دیور سوواژ اود تویلت میرسن، بازم واکنش های خیلی خوبی دارن. خیلی ها چون تو این جامعه قرار میگیرن احساس میکنن که دیگه واقعا زیاد شده این عطر استفاده نکنید. اما واقعا اگر رایحه‌ای رو دوست دارید این چیزها رو بذارید کنار و برید سمتش استفاده کنید، ازش لذت ببرید. مگه چقدر آدم هستن که واقعا این رایحه رو تست کرده باشن و بشناسن؟ واقعیت اینه که خیلی این تعداد کمن و جامعه آماری کوچکی داره. خب مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودی. من یه سری سوالاتونو جواب دادم. بازم اگه هر سوالی نسبت به چهار تا عطر این چهار تا نسخه دارید و هنوز براتون مبهمه تو کامنت ها بپرسید، من حتما جواب میدم، نگاه میکنم و به یه جمع‌بندی با هم میرسیم. مرسی که تا اینجا ویدیو من همراه بودی. تا یک ویدیو دیگه و یه معرفی دیگه از خلیفه چی، فعلا خدا نگهدارتون.